سلام، وقتتون بخیر. قرار شد ما براتون از مراحل دستی کردن یه جوجه فنج براتون فیلم بگیریم. جوجه فنجمون تقریبا 5-6 روزه بود، ما از لونه جداش کردیم و الان حلوش 10-11 روزی هست که سن این جوجه فنج هست. ما تقریبا از 5-6 روزگی شروع کردیم به تغذیهش و این در واقع جوجه فنج بنگالی هست، یه جوجه فنج بنگالی سفید آلبینو. انشاءالله رشد خوبی بکنه، جوجه قشنگی میشه. حالا در ادامه با ما همراه باشید، ویدیوهایی که ما از این کوچولو قرار تهیه بکنیم رو توی کانال حتما براتون میذاریم. در ادامه من براتون فیلم میگیرم که چجوری تا این روزها ما این رو تغذیه کردیم. قرار بود از سرلاک دادن به این فنج کوچولو که ما میخوایم دستیش بکنیم براتون ویدیو بگیریم. روز اول خیلی کوچولو بود، شما میتونید ببینید توی ویدیو دستی کردن فنج هم من براتون گفتم میتونید مثلا بذارید یه هفته 10 روز شد بعد شروع بکنید به دستی کردنش، چون دهنش هم بزرگ میشه و غذا دادن براتون راحت تر هست. ما 4-5 روزه بود شروع کردیم و این از این سرنگ ها هست، ببینید میتونید از این یه سرنگی هست، سرنگ های همپزشکی، میتونید اینو تهیه بکنید و سری هست که مخصوص سرلاک دادن به پرنده هاست. اینو میتونید از پرنده فروشی ها خریداری بکنید. این کوچکترین سایزش هست، حالا فکر کنم من سایز کوچکتر از این ندیدم، اگر باشه که خب خیلی بهتره. این کوچکترین سایزی بود که من پیدا کردم و همیشه هم از این استفاده میکنم برای اگر بخوایم پرنده ای رو دستی بکنیم یا مثلا به هر دلیلی بخوایم یه جوجه ای رو بهش سرلاک بدیم. استفادهش هم خیلی راحته، شما باید چیز بکنید سرلاکتون رو، باید مثل فرنی روون باشه. ببینید نمیدونم حالا تو ویدیو مشخص هست یا نه، باید روون باشه، نه خیلی آبکی باشه نه خیلی سفت، طوری باشه که شما بتونید با سرنگ اونو بکشید. ببینید یه غلظت و قوام در حد فرنی رو شما میتونید خیلی راحت با سرنگ بکشید. اینم باید در همون حد باشه. ببینید با سرنگ میکشید، ببینید رفته سرلاک داخلش. حالا پرندتون رو که گرسنه‌ش هست ببینید دهنش رو باز که میکنه، شما میتونید این قسمت سری گرد سرنگ رو میذارید داخل دهنه، آروم آروم سرلاک رو ببینید پرنده دهنش رو باز میکنه، شما آروم آروم سرلاک رو روونه میکنید توی دهنش و پرنده میخوره. ببینید به همین راحتی میتونید شما پرندتون رو تغذیه بکنید. اگر پرندتون، حالا جوجهتون در واقع، اگر جوجه پرندتون همچنان گرسنه‌ش بود و تقاضای غذا کرد، شما به سرلاک دادن بهش ادامه میدید تا زمانی که سیر بشه دیگه نیاز به تغذیه نداشته باشه. اگه در مورد اینکه چی بخوایم بدیم به پرنده، یا اینکه مثلا عرض به خدمت شما مثلا روزی چند بار نیاز هست بدیم چی بدیم، اگه سوال داشتید بر من زیر همین ویدیو کامنت بکنید، من تو ویدیوهای بعدی که قراره تهیه بکنم اینا رو براتون توضیح میدم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه.